اصلا یک بشر چرا انقدر باید صبح زود باشه؟ پاشو، چرا مچاله کردی خودتو؟ بلند شو مرد. عذابی پسر، صبح زود بیدار شد. بس من الان نیم ساعت دارم با خودم کلنجار میرم. دنبالش کردم بگه با الان بری. آره بابا بلنشم، میخوام برم اون چیزیه استیت سیل خوشخوابا رو نبرم. زنگ بزن بهشون. نه بعدا ما اگه امروز بریم به موقع برسیم بریم شوروم نمیرسیم. ما رو مگه چیز دارن؟ انتظار دارن که آره امروز بریم، اون وقت میتونیم فردا دیگه کار دیگه بکنیم. یعنی باورم نمیشه. وای خدایا، بایستا من اینا رو دیشب نصف شب پنگ کردم که مثلا تا صبح خوشه که چیزا رو، این لیننا رو ببرم بخاطر اینکه خیلی هوا گرمه. اصلا حواست، یعنی نمیدونستم این صبح که آب میزنه میریزه بیرون این وقتی گلا رو آب میده. بابا هب نداره. میدونی چیه؟ اینا چیه؟ ایوا اینا چیه؟ از آبی اومده یعنی؟ پرنده کرده؟ اینا رو احتمالا همجوری میذارم تو ماشین تا برسم خوش میشه. اینم که اوبن ریکسن بود که احتمالا درشو ببندم. خیلی خوب زیاد ببنید. آقا ما را افتادیم. علی کمربند رو میبنده. بسم الله الرحمن الرحیم. این بچه فکر کن من چقدر زرنگ شدم که این لحظه آخری صورتش رو یه ذره کوتاه کردم چون خیلی ریش و سیبیلش فند و قیده قیمه نگاه کن، ریش و سیبیلش بلند شده بود. این جاهاش باستنش و به هر حال یه سری جاهای دیگه که باید اصلاح بشه اینا رو کردم. چجوری خود وصل کردی خود و به خودم هم وصل با این که حالا در چیز ترمزی چیزی این بچه تکون نخوره. کلمن داریم، دوتا میوه داریم، یخ داریم، آب داریم، فلان. و الان علی که صبحونه توپ خورده. چی خوردی بگو؟ من یه دونه آووکادو خوردم. یه عدد زیادیه یه دونه برای خوردن. بعد دو تا هم تخم مرغ و گردو و پنیر و دو تا نون توست. بیا اینو بخور. من در اون طرف قضیه هیچی نخوردم. حتی آبم نخوردم. و الان میخوام بریم یه دونه کافی بگیریم. یه چیز شیرینی یه چیزی بگیرم بخورم و دیگه. خیلی من کم خوابیدم خدایی. دیشب من مثلا دیگه آخرین باری که ساعت رو نمی کردم ساعت 2 بود، ساعت 7 هم که چیزم زنگ زد دیگه ساعتم. این مسافرت رسما از این لحظه شروع شد. جی 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 عجیبه اصلا. نه این لاته و اینا رو مثل که یکم ضعیف دارن، دستگاهشون خراب شده چند وقته. هر دفعه میرین میگه 40 دقیقه طول میکشه اگه لاته بخواد دیگه. اینجا حالا درسته که ما هر حیوانی تو بگی تا حالا دیدیم، ولی الان داشتیم رد میشدیم گوره خر دیدیم. لاما بود، خب لاما رو دیده بودیم. حالا حتما اینا مال کسیه، یعنی اینجوری نیست مثل آهوها که همینجوری باشن برای خودشون، ولی گوره خر. بعد یاد یه چیز بامزه افتادم. موقعی که ما داشتیم دنبال خونه میگشتیم یه آخر هفته بود که اون آخر هفته رو کلا من فیلم نگرفتم چون که با سارا رفتم علی نیومد. ما رفتیم خونه ببینیم،
بعد یه دونه خونه دیدیم که اینم از مثلا اون حالا بودجه که ما داشتیم گرونتر بود، ولی همینجوری ما بریم ببینیم دیگه، اونم سر راه بود، دقیقا شرایطش مثلا این خونه خودمون بود که گرفتیم. بعد این خونه چی ببین، اون دیگه یعنی واقعا مثلا خود خونه تقریبا یه چیزی حدود فکر میکنم 500-600 متر بود. خب بعد زمین این خونه 11 ایکر بود. ما رفتیم و دیدیم و فلان و اینا و خیلی هم خوشگل بود و گفتیم خب خیلی ممنون اومدیم. بعد اینم دوباره دقیقا این خونه ما چند وقت گذشت، من دیدم این هنوز فروش نرفته. آها بعد این رفت موقعی که مثلا یه نفر آفر میده و اون فروشنده آفر طرف رو قبول میکنه تا اون کارای بانکی انجام شده دو مال ما چقدر طول کشه دیگه، یه ماهی طول میکشه تا برن محضر امضا کنن تموشه، یه ماه طول میکشه. توی اون مدت یه ماه توی تمام اپلیکیشن هایی که خونه هایی که واسه فروش هست رو نشون میده، اینو خونه ها رو دیگه نمینویسه برای فروش، مینویسه پندینگ. این خونه پندینگ شد. من گفتم ای خب این خونه هم که فوری فروش میره و دیگه یعنی پندینگ شده دیگه، تقریبا کارش تمومه و اینا. بعد چند وقت این خونه از پندینگ در اومد، گفتم این چرا از پندینگ در اومد؟ دوباره اومد تو مارکت واسه فروش، حالا شاید خریدار وامش نشده، یه مشکلی واسه پیش اومده، هزار تا چیز میتونه اتفاق بیفته. بعد من به ایجنتمون زنگ زدم گفتم ببین این خونه چیه جریانش و اینا. بعد علی خونه رو ندیده بود، من و سارا دیده بودیم، هی من و سارا تعریف می‌کردیم از این خونه. علی میگه بابا ول کن این همه زمینو کی میخواد بهش برسه بالاخره. بعد اینجا از نظر قانونی زمینی که مال توئه تو موظفی علفشو کوتاه نگهداری به خاطر اینکه آتش سوزی وگرنه میشه، و اگر که مثلا شهرداری ببینه که علف خونه‌تو نزدی جریمه‌اش خیلی سنگینه. بعد علی میگه بابا 33000 متر کی میخواد علفشو بزنه و کی میخواد رسیدگی کنه. من گفتم وای آخه نمیدونی خونه چقدر خوشگل بود، وای نمیدونی چقدر باحال بود، استبل دار نه این داشت اون داشت. ایجنتمون زنگ زد به فروشنده باشون حرف زد، یه ذره آمار گرفت و اینا. بعد گفتش که به من که دوباره زنگ زد گفتش ببین در ضمن این ملک دو تا بوز دارن اینا. بعد من گفتم که خب بوزا رو که بکو ببرن دیگه. گفتش که نه ایجنتمون گفت برای چی ببرن بوزا رو، این بوزا رو اتفاقا ول میکنه اونجا علفا رو میخوره. خوشحال اومدم سراغ علی که علی دیگه نگرانیت برطرف شد. کاش اینا رو همه رو ولاگ می‌کردم، چون خونه هر فیلمش نگرفته بودم دیگه اینا رو هم تعریف نکردم دیگه، حالا الان میگم. بعد خوشحال خندون که دیگه ما بز داریم و اینا علف‌ها رو می‌خورن دیگه نگران چیز نباش. بعد علی میگه بابا دو تا دونه بز مگه چقدر علف می‌خورن که مثلا 33000 متر زمین و اینا بتونن همه علف‌هاشو بخورن، بعد کی می‌خواد به اینا برسه دیگه همین مونده. علی گوی من هنگوی بعد اینا لابد سگ می‌خوان، دو تا سگم بعد بندازی دیگه اون زمین دو تا سگ بندازی که از دو تا بز نگهداری کنن می‌خورن دیگه این بزا رو دیگه، لابد سگا با هم خونه ما الان چقدر داستان میشه خیلی، یعنی اصلا میریم توی فاز دیگه، مثلا مزرعه‌دار و گاوداری و اینا که خب خیلی خوبه ولی ما بلد نیستیم واقعا، من علمشو ندارم. اون منطقه چه ذره با خونه ما فاصله یعنی فرق داشت، چقدر خونه ما مثلا حیوان میوون و چیزای طبیعی داره اونجا مثلا 10 برابر داره. بعد هیچی دیگه، خلاصه نتونستیم متاسفانه علی رو قانع کنیم، خونه هم آخرم فروش نرفت، یه دفعه دیگه هم پندینگ شد. بعد دوباره هم از پندینگ در اومد و کلن از مارکت درش آوردن دیگه، اصلا واسه فروش هم نیست، نمیدونم چرا اینجوری که شد دوبار. من فکر کنم شاید مشکل خونه یه چیزی خونه بوده. حالا مثلا الان آخه ما مثلا خونه الان خودمون این گلا وقتی گل نمیدن این درخت این سبزه ها و گیاه ها و اینا، مثلا ما اینقدر بالا پایین میکنیم که حالا یه گنچه ای در اومد الان خیلی خوشحالیم، این کاره نیستیم، خیلی وقت میبره، یه انرژی خاصی میخواد، کار ما مثلا فرق داره. ولی یه همچین زمینی باغ داشت، نمیدونم بز داشت، فلان داشت، استبل داشت، اصلا به نظر من باید این کاره باشه، یعنی مثلا فرق داره، آدم معمولی یه تپه خیلی گنده بود این خونه، فکر کن تپه اینطوریه دیگه، این خونه رو ساخته بودن گوشه پایین تپه، بعد دیگه کل تپه و همش برای تو میشد. ولی میتونستی چند نفر رو خوب بگی هفته یه بار بیان همه کار رو بکنه، ولی خیلی گرون میشه، یعنی اگه بخوای لذتشو ببری باید بگی آره یه چند نفر بیان خودتو مثلا یه کار دیگه کنی، باید به کیف کنی. آره وینیارد داشت، باغ انگور، باغ انگور فلان اینا، خلاصه دیگه اینا. آها آها همه اینا رو گفتم که چی بگم، این گورخر. آها آها بایستم
بعد این داستان تموم شد. خب چند وقت پیش، یعنی مثلا همین دو سه هفته پیش، یعنی کلی وقت بعد از اینکه ما خونه رو دیدیم و بوزا و اینا تموم شد، من تو تیک تاک یه دونه اکانتی پیدا کردم که این اصلا کارش اینه که مثلا شما به هیچ زنگ میزنی میگی دوست عزیز من علفای خونم بزرگ بلند شده، بوزاتو بردار بیار. این مثلا 40 تا بوز داره، اینا رو برمی‌داره میاره یه پولی از تو میگیره، اینا علفای تو رو مثلا تو 48 ساعت میخورن. بعد من اینو اومدم به علی نشون گفتم وای چه بامزه، ببینین میگفت مثلا این دوتا بوزا میخورن، حالا دوتا بوز که چیز نیست ولی کلن یه بیزنسیه که مثلا طرف بوزاشو میاره ول میکنه علفا رو میخورن. بعد الان که داشتیم رد میشدیم این گوره خره رو دیدیم و لامه ها رو، گفتم نکنه اینا رو یارو آورده که علفاشو بخورن. آره صدف گفت که اینا نکنه گوره خر آوردن که خیلی بهتر باشه، افیشنت تر باشه. گفتم از آفریقا، گوره خر فقط تو آفریقا هست، چون دیگه نداره. من نمیدونستم گوره خر فقط تو آفریقا. گفتم آقا از آفریقا، الحمدلله گفتم آقا از آفریقا که نمیاد یارو، مشخصا گوره خر رو هر بوده بیاره اینا بشینن علف بخورن. ولی خب چرا گوره خر پس اینجا اگر آفریقا؟ من فکر کنم ملکای شخصی که ما شنیدیم اینا انواع اقسام حیونا رو دارن اینجا. ما شنیدیم تاووس دارن، لاما دارن. حالا تاووس اینا خیلی عادیه به نظرم، ولی گوره خر دیگه لاما داره دیگه، از افریقا آورده. میگه کاش ما جا داشته میچنیم. خب ما رسیدیم به شهری که توش رفیزه چلو کبابی، که اولین جاییه که ما باید وایسیم، حتما یکم همچین بسازیم خودمونو بعدش ادامه بدیم. صدف خانم هم کل راه راندی کرد. نه کل راه نکرم، یعنی آره نصف یکم بیشتر، ولی یه سر اومد فندقه فندقه خسته شد، ما دیگه گفتیم یه سره بیایم نهارو بخوریم. این رافیز توی گلندل دیگه، توی شهر لس آنجلس. بعد تازه نهاری که بخوریم از اینجا یه کنم یه ساعت و خورده تا ترافیکی نباشه راه تا اورنج کاونتی تا لاگونا بیچ ما میمونیم. امیدوارم ترافیک نباشه دیگه. و یه چیز دیگه که هست اینکه من زنگ زدم گفتم که شما فندق، چون یه محوطه مثل حالت بیرون دارن ولی بیرون نیست، یه مثلا تخت علکی ها داره، گفتم که فندق میتونه بیاد، گفتن که نه متاسفانه. حالا الان بیرون هم الان هوا حدود 40 درجه است، یعنی حتی نمیتونیم بگیم که غذا رو بگیریم بریم بشینیم و مثلا یه گوشه بخوریم تو خیابون، مگه اینکه تو ماشین بخوریم. آره عیب نداره به ما غذا بدن، چون به قول صدف ممکنه بریم یه فه بگی باید 45 دقیقه صبر کنین اونجوری دیگه. ولی من اونجا چند تا بچه بیوتی دارم، بعضی وقتا که اونا اگه باشن پارتی بازی متاسفانه میکنن. مسافریم آخه، پارتی بازی نیست. همیشه اینجا... مسافریم وقتی ما میریم، ما راهمون رو کج میکنیم میایم اینجا بعد ادامه میدیم هر جا میریم. بارها شده که ما تقریبا پروازمون رو از دست دادیم ولی چلو کباب خوردیم و رفتیم اینجا. آره یه دفعه که مثلا اگه وای میسادیم تا رستوران رو باز کنن پروازمون رو از دست میدادیم، بعد ما اینجوری بودیم تو رو خدا ما رو زودتر را بدیم. فکر کنم ده صبح نه مثلا 12 فکر میکنم یا 12 و نیم باز میکردن، یادم نیست. مثلا ما 12 رسیده بودیم دیگه با کل چیز 12 و مثلا 5 دقیقه ما رو راه دادن، نشستیم گفتن تا بشینین سبزیتون رو بخورین ماستون رو بخورین دیگه، آشپزخونه باز میکنه دیگه. 12 و نیم واقعا غذا مثلا میز بود و سری خوردیم رفت. فندق هم ببین چه بچه خوبی بود دیگه، ولی خسته شده بعد الان آب بخوره حتما میزنیم الان. 2 دقیقه 1 دقیقه دیگه میرسیم فندق، بره آبش بخوره. خب دوستان عزیز ما رسیدیم، چلو کبابو گرفتیم با 2 تا بشقاب و شانس ما حالا البته خیلی گرمه، خیلی گرمه، 40 درجه به بالا. اینجا همینجوری میز و صندلیه که مال هیچ کس هم نیست، میتونیم بشینیم و بخوریم همین جلوی، یعنی یه ذره اونورتر از رستورانه. تادا ببین چقدر غذا، این یه پرسه ها، یه پرسه همیشه اینجا غذاش دو نفریه، اگر که بر اولین بار میخوایم بیان حتما اینو لحاظ کنید وگرنه تا ابد غذا داریم. ایده بگیریم برای حیاط علی، نه میشه حالا با همون چیزایی شمشاداشو داریم. کدوم؟ به جای اون 4 تا صندلی که من همش باش مشکل دارم بردارم. حالا این همه چیز هست فقط اونا رو بردارم.
مال فعلا اون باید بودو بودو چی کار به اونا داری تو؟ اونو برداری بیا علی اوی من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم در زندگیم این چه جوری باز میشه؟ آها میره این وقت ایوا؟ یعنی چی؟ فکر کن تا زیر پای من آب میاد وای چقدر با مزه است خیلی قشنگه خیلی خوشگله اینجا اینا ببین معلومی چی دوزیده داره میره انده مرکنه کار لال شدی به خدا اینا انقدر دوزن ها یه دفعه اومد ساندویچ من از دستم گرفت برد